ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او پرسیدم به نظر شما پروفسور محمد یونس موفق خواهد شد اصلاحات ساختاری، اداری، قضایی و رسانه‌ای را در بنگلادش نهادینه کند؟ و پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. بفرمایید. ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان برنامه خوبتون، با توجه به سوالی که در رابطه با تحولات بنگلادش فرمودید، چند نکته بسیار مهم رو باید بهش اشاره کرد. یکی این که نظام‌هایی که برساخته از انقلاب‌های مردمی هستن، طبیعتاً ما یک فرایند بروز آنارشیسم و هرج و مرج در جامعه رو داریم به طور مشخص که مشترک هست در بین کشورها، و ما همین وضعیت رو در مورد بنگلادش هم به شکل افراطیش متاسفانه دیدیم که برخی از مسلمان‌ها در واقع اقداماتی رو خارج از اون اصولی که متعارف هست برای رعایت حقوق انسانی باید در نظر گرفته بشه، به دلیل بروز یک سری اشتباهات متاسفانه این هرج و مرج در جامعه بنگلادش کمی پر سر صدا بود و موجب نارضایتی شهروندان غیر مسلمان شد. برای آقای محمد یونس که در واقع ایشون عهده‌دار دولت موقت هستند و برنامه در واقع اصلیشون ایجاد یک گذار آرام توأم با اصلاحات اقتصادی، سیاسی و سایر برنامه‌های مشخص برای پیشبرد و پیشبرد توسعه در کشور هست، چند تا نکته به نظر من میتونه بیان بشه که معیار خیلی خوبی برای ارزیابی حکمرانی و مدیریت جامعه آینده بنگلادش محسوب میشه. یکی از اونها اینه که ایشون باید تلاش بکنه به ایجاد یک نظام هماهنگ در فرایندی که بتونه به مدیریت صلح و امنیت در کشور بنگلادش کمک بکنه. یعنی تا زمانی که این فرایند در بنگلادش حاکم نشه و صلح و ثبات استقرار پیدا نکنه به طور کامل، طبیعتاً امور به در واقع از این وضعیت سخت خواهد بود. مطلب بعدی اینه که یک توازنی در مدیریت ناسامانی اقتصادی باید ایجاد بشه. همونی که در خبر هم اشاره کردی، برخی از کشورهای جهان سومی یا کشورهایی که معمولاً نظام دموکراتیک ندارن، به ویژه در مورد این کشورها میخوام عرض بکنم، اینه که زمانی که این کشورها به دلیل مزیت نسبی تک محصولی یا توان اقتصادی که در تولید یک نوع از منابع اقتصادی در واقع مطرح هستند، زمانی که یک تحول بزرگ در کشور اتفاق میفته، این کشورها دستخوش تغییرات بسیار بدی میشن و اون اعتبار نظام تک محصولیشون در سطح بین‌الملل زیر سوال میره. اون نمونه اون رو در درآمدزایی به عنوان مثال کشور تونس رو میتونیم مثال بزنیم، که کشور تونس تا قبل از انقلاب 2011 عمده درآمدش از توریسم بود. این صنعت توریسم به دلیل بروز انقلاب متاسفانه کاهش پیدا کرد، چون ناامنی در کشور توسعه پیدا کرد. در مورد بنگلادش هم که چون کشوریه که در تولید پوشاک بسیار فعال هست، آقای محمد یونس باید تلاش بکنه که این نظام رو اجازه نده که مخدوش بشه و حتی با بهره‌گیری از حضور مهاجرین و پناهندگانی که از کشور میانمار اومدن، مردمی که روهینگینا اسمشون هست، از اونها در جهتی استفاده بکنه که این توازن قدرت اقتصادی به نفع مردم رو در واقع دستخوش تغییرات منفی نکنه، بخاطر اینکه مردم در اولویت اصلی برای ایجاد در واقع یا فراهم شدن برای مشاغل مهم هستن. یعنی حکومتی که به شهروندانش بیتوجهی بکنه، طبیعتاً بیشتر زیان رو در رابطه با مسائل اصلاحی با خودش در واقع خواهد داشت. مطلب بعدی اینه که آقای محمد یونس باید یک گذار آرام در ثبات اقتصادی رو ایجاد بکنه، به نوعی که کشور بتونه در واقع در برقراری
آشتی ملی سریعاً آقای محمد یونس بتونه فرایند ایجاد یک فرصت‌های شغلی بسیار خوب و توسعه توانمندی‌های اقتصادی رو به مردم به صورت برنامه‌ریزی شده معرفی بکنه که اینها بتونن در نهایت برای مردم بارقه امید ایجاد بکنن و مردم همراهی بکنن نظام فعلی رو که برای به طور موقت هست تا این وضعیت بتونه به یک انتخابات دموکراتیک و انتخابات عادلانه منجر بشه. البته موارد خیلی زیادی هست ولی من فکر میکنم آقای محمد یونس بتونه در این مسیر با توجه به تخصصی که داره به حمایت هایی که از بشه دانشگاهی ازش میشه در این کار موفق بشه. خیلی ممنون. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.